امروز میخوام در مورد نحوه خرید ساز دست دوم صحبت کنم، یک دستبندی، یک شاخصهایی رو اینجا بگم که بتونیم کار راحت تر انجام بدیم. این ویدیو مخصوص کسایی است که تجربه نوازندگی ندارن، علاقه دارن، حالا به هر دلیلی تصمیم گرفتن ساز نو نگیرن، ساز دست دوم بگیرن، که خیلی هم کار خوبیه. منم تو ویدیوها معمولا توصیه میکنم به این موضوع، چون یه مقداری قیمت مناسب تری ممکنه داشته باشه، ولی خب یه مسائلی هم داره که مثلا اون ضمانت هایی که ما از فروشنده میگیریم ممکنه دیگه نباشه. برای همین این نیاز پیش میاد که ما بدونیم در اون لحظه‌ای که داریم اون خرید و فروش رو انجام میدیم بتونیم تصمیم بگیریم. توی 4 دسته مختلف اینها رو طبقه بندی کردم، اینجا توضیح میدم. مرحله به مرحله اگه بخوایم بریم جلو، مرحله اول اینه که صدای ساز رو هنوز تصمیم نگرفتیم که اون ساز رو از بین چندین ساز انتخاب کنیم و خریداری کنیم، صدای ساز رو حد بشنیم. چون الان جاهایی که معمولا ساز دست دوم رو میتونیم پیدا بکنیم، ممکن لزوماً جایی برای این نداشته باشه که ما بتونیم صدای ساز رو بشنویم، و عکس میذارن فروشنده ها معمولا. خوبه که عکس هم خوبه، بعد ببینیم بالاخره ظاهر ساز رو، ولی خواهش کنیم از فروشنده که برای ما از ساز یک ضبط کوتاهی انجام بده و بفرسته، که اگه ما خودمون هم حالا به هر حال ممکنه اون شخصی که مبتدیه خیلی نتونه تصمیم بگیره طبیعتا، ولی حداقل میتونه از یک دوستی که به هر حال نوازندگی، تجربه نوازندگی داره، درخواست کنه که یک بررسی بکنه صدای این ساز رو، که آیا اون به نسبت اون قیمتی که فروشنده داره درخواست میکنه از ما میارزه به قول معروف یا نمیارزه. بنابراین صدای ساز رو باید داشته باشیم که بتونیم تصمیم بگیریم. خب این یه داستانی که پیش میاد اینه که من دیدم توی کسایی که این کارو میکنن، اون فروشنده یه قطعه ای از موسیقی مثلا بلده و اونو مینوازه و اون فیلم میگیره میفرسته، که ممکنه اون لزوما، فرض کنید، یه همچون محدودی به خاطر اون قطعه، یه در واقع نوع اون قطعه، فقط یه جاهای خاصی از ساز نواخته میشه، ما صدای بقیه ساز رو نمیشنویم. و بنابراین بهترین کار اینه که ما خواهش کنیم از اون فروشنده که رو همه سیم ها بنوازه، آروم آهسته. خیلی لازم نیست که فروشنده توهوری هم در نوازندگی داشته باشه، همینطوری ضربه میتونه بزنه به این سیما، که حالا یا خودمون یا اون دوستیمون که تجربه نوازندگی داره در این خرید به ما کمک میکنه از راه دور، بتونه به ما بگه که آیا این ساز یک دست هست صداش، نیست، و آیا این به هر حال صدا چه کیفیتی داره، که حالا این به هر حال نسبی هستش. این میشه نکته اول. خب نکته دوم راجب خود در واقع ظاهر ساز هست. هنوز ما تصمیم نهایی نگرفتیم. ببینید، برای اینکه ما ببینیم که اون قیمت به اون نسبت میارزه نه، باید سازنده رو اسمشو بدونیم. یه مشکلی که در بازار ساز این روزها من میبینم پیش اومده، که حالا امیدوارم به زودی از بین بره این مشکل، اینه که مهر یا شناسنامه یا برند تجاری، اسم تجاری اون ساز، لزوماً به معنی این که اون ساز خوبه نه. یعنی این که من مثلا فرض کنید یه نوازنده ام، الان تصمیم میگیرم ساز بسازم، خب این ساز هزار تا اشکال داره. بنابراین این که من اسم خودم رو مهر میکنم و یک جای این ساز بزنم، این به این معنی نیست که چون اون ساز مهر داره پس ساز خوبیه، یا با اون قیمتی که من درخواست دارم میکنم به عنوان سازنده یا فروشنده این ساز میارزه. شما باید اون نام تجاری یا اون فروشنده، در واقع سازنده اون ساز رو، حالا اگه خودش سازهاش رو میفروشه یا هرچی، به هر حال یه اسمی داره، اونو بعد یه جایی کنترل بکنید که از این فهرستایی که نام سازندگان معتبر رو که تجربه سازندگی دارن و سازشون خوب در اومده رو، میشه اینا رو توی این سایت ها پیدا کردین، توی سایت سازگاه هم یه نمونهش هست، میتونید نگاه کنید. حالا اگر کسی اسمش اونجا هست، بنابراین این نسبی یک اعتباری داره. حالا اون اسم رو که ما متوجه شدیم یا اون نام تجاری رو که متوجه شدیم، اگر روی این ساز اون اسم تجاری هست، به این معنی است که این ساز توسط اون شخص سازنده شده، ساز قلابی نیست، و حالا دیگه اون یه قیمتی داره، اون سازنده به نسبت توهوری که داره، به نسبت نوع چوبی که انتخاب میکنه، یک
اعتباری داره و اون ساز اون قیمت میارزه. ساز فلانی بالاخره قیمتش مشخصه. حالا چجوری بدونیم این ساز فلانیه؟ خب مهرش هست یا یه کاغذی داره یا بالاخره یه نشانه روی ساز گذاشته شده که نشون میده که اونه. ولی حواسمون باشه که این نیستش که هر چرا اینو دارم میگم؟ ببینید سازندگی ساز این نیستش که یک شخصی شروع کنه به ساز سازی، بعد دو ماه سازش رو روانه بازار بکنه. سازندگان ساز باید، مخصوصا حالا من در مورد سنتور اینجا دارم میگم، باید یک زمانی از روی سازشون بگذره و اینا امتحانش رو پس بده. متوجه بشیم که یعنی نوازندگان و جامعه هنری متوجه بشن که فلانی، فلان شخص که داره ساز میسازه، بعد دو سال سازاش، بعد یه سال، بعد پنج سال حداقل سازاش هنوز خوبه، مشکلاتی برای صفحه از نظر فیزیکی، از نظر صدا پیش نمیاد. و به همین ترتیب بنابراین این مورد دوم هم لزوم فقط مهر مهم نیست، اون نام شخص، نام تجاری یا نام سازنده، حالا بعضی اسم خودشون رو انتخاب میکنن، بعضی اسم تجاری میذارن برای سنتورشون. پس این هم باید یک کنترلی بکنیم. خب حالا از صدای ساز و نام تجاری سازنده بالاخره با اون قیمت مقایسه کردیم، از دوستانی که واردتر هستن کمک گرفتیم و تصمیم گرفتیم این ساز رو برداریم. رفتیم نزد فروشنده، چهار تا چیز رو به عنوان کنترل هایی که معمولا بعد انجام بدیم قبل از خرید بعد انجام بدیم. این چهار تا چیه؟ یکی در واقع انحناهای صفحه رو زیر هست، یکی ترک های احتمالی هست، زنگ زدگی هست و درز ها هستش. حالا من هر کدوم رو خیلی مختصر توضیح میدم. فلزاتی که در سنتور هستن مثل گوشی، سیمگیری، مفتول هایی که اینجا هستن، اینا و خود سیم ها اگر احیانا خوب نگهداری نشده باشه ساز، اینها زنگ میزنن. ممکنه یکی دو تاشون زنگ زده باشه، یا من سازهایی دیدم که یه بخشی مثلا خیلی این قسمت ساز یا این قسمت ساز که در معرض اون رطوبت بودن یا حالا به هر حال خوب نگهداری نشدن زنگ زدن، و ممکنه این زنگ زدگی ها خیلی کم باشه. مثلا فرض کنید توی این گوشی ها اینجاها ممکنه نگاهی بکنیم میبینیم که آیا هست این داستان یا نه، که اگه این باشه نباید اون ساز رو برداریم. راجع به ترک خوردگی نکته دوم، معمولا جاهایی که پیش میاد انقدری که من دیدم توی این گلها کنارش با چشم هم قابل رویت، یعنی خیلی لازم نیست حرفه‌ای باشیم برای این موضوع، یا اگر جایی از چوب رطوبت خیلی زیادی زمانی دیده و الان اون رطوبت خشک شده، ممکنه که این چوب تغییر حالتی که داده توش به هر حال یک یا ضربه فیزیکی خورده، ممکنه ساز مثلا به جای خورده یا افتاده تو جعبش بوده حتی افتاده، بنابراین صفحه رو و صفحه زیر رو باید چک بکنیم از این نظر که ببینیم ترک نباشه، و اگه ترک بود دیگه اون ساز ارزشی نداره برای خرید. درز ها رو باید چک کنیم. نکته سوم، ببینید کلاف رو ما میچسبونیم با در واقع به صفحه رو و صفحه زیر چسبونده میشن، و این چسب اینها دلایل مختلفی داره. بعد خیلی حرفه‌ای در واقع اینا رو گیره کرد و یک مراحلی داره. اگه اون مراحل خوب اتفاق نیفته، به مرور زمان این درزها باز میشه. ممکنه این باز شدنه خیلی کم باشه، ولی با چشم قطعا قابل رؤیت هست. بنابراین این یک سطح پایین میشه که همه طرف رو نگاه میکنیم، و معمولا حالا جاهایی که پیش میاد، جاهایی که فشار بیشتری روی ساز هست، این قسمت ها ممکنه باز بشه و اینجاها رو ما چک میکنیم. پایین خیلی کم پیش میاد، ولی یعنی این ضلع پایین ساز خیلی کم پیش میاد. و نکته آخر در مورد کنترل هایی که باید بکنیم، تقعر و تهدب صفحه رو، مخصوصا صفحه رو و حالا صفحه زیر هست که ما اینطوری این ساز اینطوری از بغل که نگاه بکنیم میبینیم که اگر همون مسئله که گفتم رطوبت دیده باشه ساز، یا خوب به هر دلیلی خوب نگهداری نشده باشه، یا جنس صفحه خوب انتخاب نشده باشه موقع ساز و رطوبت داشته اون موقعی که داشتن میساختن این ساز رو، ما اینجا یک با چشم قابل رؤیت هست، یک انحنای خیلی زیادی میبینیم که این چیز خوبی نیست، و این انحنا نه اینکه همه ساز باشه، یه جایی یه دفعه میبینیم یکم برآمده تره، این چیز خوبی نیست. و یا ممکنه که دیگه اینو در واقع همه تقریبا میگن که چیز خوبی نیست، اینه که اصطلاح خود سازا میگن کاست شده، یعنی این تهدب پیدا کرده، یعنی صفحه نشست کرده رفته پایین به این حالته.
اگر گود شده که اینم باز با چشم قابل رؤیت، خب اون ساز ارزشی نداره، هرچند که اینها هر چهارتای این موارد لزوماً به این معنی نیست. باز تصمیم با شما، یعنی ممکنه که صدای اون ساز خوب باشه، همین مثلا کاست شدنه یا همین برآمدگیه مشکلی نباشه، یا اون ترکی یه جایی باشه که خیلی تأثیر نذاره. یعنی این چهار موردی که من گفتم بهتر است که نخریم اون ساز رو، ولی لزوما به این معنی نیست که یکی یا دو تا از اینا اگه باشه ممکنه که کار خراب بشه. نکته آخر در این مورد خیلی سریع اشاره بکنم، یک چیزایی هست که خیلی اهمیتی نداره توی قیمت، اون موارد رو هم من اینجا میگم که اگر بود یه وقت فکر نکنیم که اینا مشکلیه. یکی اینه که ممکنه یکی دوتا از این سیم‌ها پاره شده باشن، که خب این چیز خاصی نیست. کوک ساز نباشه اهمیتی نداره، فقط بدونیم که معمولاً سازی که کوک نیست، و ما فرضمون این بود که ما وقتی داریم این کارو انجام میدیم مبتدی هستیم، وارد به کوک نیستیم، بنابراین هزینه داره، اون میتونیم مثلا یه تخفیفی از فروشنده بابت کوک نبودن بگیریم، چون احتمالاً معمولاً دست دوم دیگه، یعنی فروشندم خودش ممکنه به کوک وارد نباشه که بخواد کوک کنه به ما تحویل بده. یه چیزی که خیلی میگن که ما با این ساز اصلا نزدیم، ننواختیم، که این لزوماً اتفاقا برعکسه، یعنی سازی که باش نواخته شده و کوک شده خوبه معمولاً. حالا البته در مورد سازهای مشقی، سازهایی که خیلی قیمت زیادی ندارن یا کیفیت خیلی عالی ندارن، شاید صدق نکنه این، ولی خیلی اهمیتی نداره این که باش نواخته شده یا نواخته نشده. و دست آخر، وزن ساز رو هم ما اونجا میتونیم چک بکنیم، این باز خیلی اهمیتی نداره، ولی سازهایی که خیلی سنگین هستن، کلاف قطوری براشون انتخاب شده، یا ممکنه صفحه رو و زیرشون خیلی خشک نیست، ولی خب ما که نمیتونیم ترازو با خودمون ببریم، یا این موضوع سخته، برای همین من اینو اینجا طبقه بندی میکنم که این خیلی اهمیتی نداره، ولی توجه کنیم. مثلا این ساز من تقریبا میشه گفت ساز حرفه‌ای است، خیلی سبک است، یعنی یکی دو تا ساز اگر دست گرفته باشیم متوجه این تفاوت وزن میشیم. و یه نکته آخرم اینه که ساز دست دوم مخصوصا در مورد ساز مشقی، ساز مبتدی، سازی که ما میخواییم، اینه که این ساز برای ما یکی دو سال ساز خواهد بود، و بعدش هم میتونیم همون سازو بیشتر باهاش نوازندگی کنیم، میتونیم به عنوان ساز دوم نگهش داریم، میتونیم مثل همون شخص اول که به ما یه زمانی فروخته ما هم به یک شخص دیگه بفروشیم. ولی اون ساز، چون یک سوالی هم که معمولا پیش میاد که این ساز چقدر برای من ساز هست، معمولا اینکه دو سال این ساز حتما برای ما، اگر خوب انتخابش کرده باشیم، سازنده معتبری هم داشته باشه، اون خوب میخونه و بعدش هم ما میتونیم تصمیم بگیریم. مثل ساز دست دوم مثل وسیله برقی نیستش که چون استفاده شده دیگه نشه، یا زمان ساختش گذشته، تکنولوژی جدیدتری اومده، اینطوری نیست. ساز دست دوم یه جور اسم ما رو به غلط میندازه، مثلا وسیله برقی دست دوم نیست، ولی از اون طرف مثل قالی دست دوم هم نیست، یعنی چون ساز مشقیه. ساز حرفه‌ای اگه باشه، به خاطر اینکه عمری ازش گذشته، اتفاقا خوبه، یعنی حتی ممکنه گرونتر باشه، ولی در مورد ساز مشقی خوب این نیست. به هر حال انتخاب کار خوبی است که ما بخوایم ساز دست دوم بگیریم. این هم مورد آخر.